اگه تو کامپیوترتون فولدری دارین که نمیخواین جز خودتون کسی بتونه اونو باز کنه، حتما این ویدیو رو ببینین. تو این ویدیو دو تا روش جالب و راحت و جذاب رو بهتون آموزش میدم که بتونین این کارو انجام بدین. سلام، مرتضی عسکری هستم، امیدوارم حالتون خوب باشه. این کانال یوتیوب منه و تو اون در مورد آیتی، برنامه نویسی و کلن دنیای تکنولوژی صحبت میکنم. اگه این مدل اطلاعات براتون جذابه، حتما این کانال رو سابسکرایب کنید. توی ویندوز این امکان وجود داره که فایل یا فولدری رو هیدن کنیم. به این شکل که روی فولدرمون کلیک راست میکنیم، پراپرتیز و تیک هیدن رو میزنیم. همینطور که ببینیم فایل هیدن شد و دیگه قابل رویت نیست. اما مسئله اینجاست که میتونیم بریم توی منوی ویو و تیک هیدن آیتم رو بزنیم. این تیک رو که بزنیم تمام فولدرها و فایل هایی که هیدن شدن قابل نمایش میشن. خب حالا میخوام روش رو بهتون یاد بدم که در صورت زده شدن این تیک هم فولدر یا فایلتون قابل دیدن نباشه. خب کافیه توی آدرس بار والا تایپ کنیم cmd و انتر بزن. برنامه کامند پرامپت باز میشه. دلیل این که اون بالا توی آدرس بار cmd رو نوشتیم این بود که به محض باز شدن کامند پرامپت آدرس پیشفرد همون آدرس فولدر جاری مون باشه. حالا این عبارت رو تایپ کنیم @rib:+h:+s:+r و اسم فولدری که میخواییم که اینجا اسمش سیکرت فولدر هست. بعد از اجرای این عبارت فولدر هیدن میشه و قابل نمایش نیست. حتی در صورتی که تیک هیدن آیتمز هم خورده باشه. تنها راه دسترسی به این فولدر اینه که آدرس اون رو به صورت مستقیم تایپ کنیم و واردش بشیم. برای برگردوندن فولدر به حالت عادی این عبارت رو تایپ کنیم @rib:-h:-s:-r و اسم فولدرمون که میشه سیکرت فولدر. بعد از زدن اینتر میبینید که فولدر به حالت قبلیش برگشت. فقط لازمه یک نکته رو بهتون بگم. وقتی که یک فولدر رو با این عبارت هیدنش میکنیم، عملا شما دارید این فولدر رو به عنوان فولدر سیستمی به ویندوز معرفی میکنیم. برای دیدن فایل ها فولدر های سیستمی ویندوز کافیه وارد گزینه آپشنز بشیم و تو تب ویو گزینه هاید پروتکتد اپراتینگ سیستم فایلز رو غیر فعال کنید. موقع غیر فعال سازی هم به شما اختیاری میده. با این کار تمام فایل ها و فولدر های سیستمی ویندوز نمایش داده میشه. همونطور که میبینید روی صفحه دسکتاپ دو تا فایل اضافه شد که از فایل های سیستمی ویندوز هستن. توی ویندوز حدود 22 تا کلمه وجود داره که از قبل رزرو شدن و امکان استفاده از اینا برای نامگذاری فایل ها و فولدر ها برای ما وجود نداره، مثل AUX, CON, NUL و کلمات دیگه. حالا لیست کاملش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم. حالا اگه به روشی بتونیم اسم فولدرمون رو به یکی از این عبارات ها تغییر بدیم، دیگه دسترسی به اون فولدر غیر ممکن میشه. روش به این شکلی که اول وارد استارت میشیم، کلمه cmd رو تایپ میکنیم و برنامه کامند پرامپت رو اجرا میکنیم. حالا این عبارت رو توش تایپ کنیم ren:// حالا آدرس اون فولدر. و در نهایت هم #aux. با زدن اینتر اسم فولدرمون به AUX تغییر پیدا میکنه. همینطور که میبینین اسم فولدر عوض شد و دسترسی به اون به هیچ عنوان امکان پذیر نیست و نمیتونیم وارد این فولدر بشیم. حتی اگه آدرس مستقیم اون رو تایپ کنیم. ولی نکته جالب اینجاست که میتونیم داخل این فولدر فایل هم اضافه کنیم.
حالا برای دسترسی مجدد به فولدرمون کافیه همون عبارت رو تایپ کنیم، فقط با این تفاوت که این دفعه میگیم AUX رو تبدیل کن به سیکرت فولدر. این عبارت رو غیر از AUX برای تمامی این لیستی که توی دیسکریپشن میذارم میتونین استفاده کنین. خب حالا روش رو میخوام بهتون یاد بدم که با زدن یک کلیک فولدرتون رو قفل کنین و با زدن یک کلیک دیگه فولدر از حالت قفل در بیاد. توی ویندوز فایل هایی وجود داره که به بش فایل ها معروفن و با پسوند .bat شناخته میشن. این فایل ها حاوی یک سری کامند و اسکریپت هستن که بعد از اجرا شدن فایل تمامی اونا اجرا میشن. برای ساختن بش فایل خیلی ساده، یه فایل مصنوعی میسازیم و پسوند اون رو به .bat تغییر میدیم. حالا یک فایل بسازیم به اسم log.bat، روی اون راست کلیک کنین و گزینه ادیت رو بزنین. اینجا همون عبارت معروف به تغییر نام فولدر به AUX رو تایپ و سیو کنین. حالا یه فایل دیگه بسازین به اسم unlock.bat و توی اون عبارت معروف به تغییر اسم به سیکرت فولدر رو تایپ کنین. حالا با اجرای log.bat فولدر به AUX تغییر نام پیدا میکنه و از دسترس خارج میشه و با اجرای دوباره آن log.bat به حالت عادی خودش برمیگرده. مرسی که این ویدیو رو تا انتها دیدین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما اون رو با دوستاتون هم به اشتراک بذارید. تا ویدیو بعدی مراقب خودتون باشین.